پاسخ منفی مردم به دولت آخوند حسن روحانی در مورد انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی این روزها مورد جنگ و جدال‌های درونی باندهای رژیم است و مطبوعات باندهای رژیم به رغم گذشت چند روز از پایان ثبت نام مردم از بی‌اعتمادی مردم به دولت سخن می‌گویند. طبعا به کار بردن عنوان بی‌اعتمادی به دولت ضد مردمی توسط باندها و رسانه‌های رژیم عنوانی غلط انداز است و گویا مردم به این رژیم اعتماد داشتند که اکنون به دلایلی اعتماد مردم سلب شده است. واقعیت امر این است که مردم ایران هیچگاه اعتمادی به این رژیم و باندهای درونیش نداشتند و آن را از اساس نامشروع می‌دانند و خواهان سرنگونی تام و تمام این رژیم با تمامی دستبندی‌های درونی آن هستند. بنابراین بحثی به عنوان اعتماد یا عدم اعتماد مردم در رابطه با این رژیم و باندهای درونی آن در میان نیست. آنچه که اهمیت دارد این است که نه بزرگ مردم به دولت روحانی و در واقع سیلی بزرگی که مردم ایران در جریان ثبت نام دریافت یارانه نقدی بر بناگوش این دولت نامشروع و ضد مردمی زدند باعث شد که جنگ و جدال‌های درونی رژیم اوج تازه‌ای بگیرد و مردم شکاف جدیدی در حاکمیت رژیم آخوندی به وجود آورند که این شکاف در درون رژیم خودش را به صورت بحث اعتماد و عدم اعتماد به دولت آخوند روحانی نمایان می‌سازد. محمد اشرفی اصفهانی یکی از عناصر باند رفسنجانی روحانی علت بی‌اعتمادی مردم به دولت‌های ضد مردمی حاکمیت آخوندی را تناقض در گفتار و عمل آنها می‌داند که البته این کارگزار رژیم ناخواسته روی نکته اساسی انگشت می‌گذارد و می‌گوید علت اینکه اعتماد از سوی مردم به وجود نمی‌آید وجود تناقض در گفتار و عمل است. مردم وقتی مغایرت‌ها را ببینند اعتماد نمی‌کنند. مهره حامی دولت روحانی نهی بزرگ مردم ایران به دولت روحانی را در زمینه عدم انصراف از ثبت نام برای دریافت یارانه ها ضدیت مردم با این نظام و دولت ضد مردمی آن می داند. مهره رژیم باز هم روی نکته مهم و درست دیگری انگشت گذاشته، زیرا آن تعداد از مردم نیست که امکان انصراف داشتند در ضدیت با حاکمیت ولایت فقیه و دولت ضد مردمی از دریافت یارانه انصراف ندادند. محمد اشرفی اصفهانی در ادامه حرفایش می گوید متاسفانه در بحث انصراف از یارانه ها مباحثی مطرح و موجب شد به گونه‌ای لج و لج بازی در بین مردم ایجاد شود و در نهایت تنها بیش از 2 میلیون نفر انصراف دهند. مدیر مسئول روزنامه ابتکار یکی دیگر از عناصر وابسته به باند رفسنجانی روحانی به نارضایتی مردم از دولت‌های ضد مردمی حاکمیت ولایت فقیه اشاره می‌کند و عدم انصراف مردم از دریافت یارانه را به عنوان نارضایتی مردم از دولت آخوند روحانی و مسئولان نظام ولایت فقیه تعبیر می‌کند و می‌نویسد امروز مردم احساس می‌کنند که مسئولان اقداماتی خارج از آنچه در ذهن آنها یعنی مردم وجود دارد انجام می‌دهند. مردم گمان می‌کنند که مسئولان گاه به نام دغدغه مردم طرح‌هایی را مطرح می‌کنند که به جای جلب رضایت آنها به نارضایتی آنها دامن می‌زند. مدیر مسئول روزنامه ابتکار از حامیان دولت روحانی در ادامه حرفایش به عملکردهای دولت‌های گذشته ضد مردمی نظام ولایت فقیه اشاره می‌کند که در جهت خواستای مردم نبوده و از این جهت است که مردم به حرف‌های این حکومت‌ها و در ادامه به حرف‌های دولت روحانی اعتمادی ندارند. نگرش عمومی جامعه بر این است که آنچه مسئولان اظهار می‌کنند و آنچه عمل می‌کنند کمتر معطوف به مشکلات مردم است. حمیدرضا ترقی یکی از عناصر باند خامنه‌ای نیز به وعده‌های پوشالی مقامات رژیم به مردم اشاره می‌کند که به گفته او مقامات رژیم با مردم روراست نیستند و از این بابت است که مردم حرف‌های مقامات رژیم را نه تنها جدی نمی‌گیرند بلکه در ضدیت با آنها عمل می‌کنند. این مهره باند فاشیستی مؤتلفه می‌گوید اگر مردم آمارهای ضد و نقیض و دارای اختلاف از سوی دولت مردان راجع به موضوعات مختلف بشنوند و وقتی وعده‌های مسئولان تحقق پیدا نکند و احساس کنند دولت مردان با آنها روراست نیستند اعتماد آنها کاهش پیدا می‌کند.